خب یه نگاه کوچولوی دیگه بکنیم مقاله 84. من قسمت قبلی رو تموم کردم با این صحبتی که این کشورهایی که مثلا انگلیس که آزادی درش در قرن 18 بیشتر از باقی کشورهای اروپا بود، که از دلایلش این بود که ارتش علم نکرده بود وسط کشور که بزنه سر مردم. خب انرژیش گذاشته بود، متاسفانه خب بیرون داشتش چپاول میکرد، ولی مردمش آزادتر بودن نسبت به کشورهای دیگه اروپایی، و این مشعل رو داد دست آمریکا، و آمریکا رو هم که بهتون گفتم یواش یواش به اینجا رسیده. حالا آیا ما هم توی جزیره زندگی نمی کنیم اسمش کره زمینه؟ توی این اقیانوس وسیع کهکشان ها ما هم خوب نیستش که انرژیمونو بذاریم روی اینی که ارتش توی این جزیره درست نکنیم که بزنه تو سر مردممون، توسط این دیکتاتورها سوء استفاده بشه و تمام انرژی رو بذارن اونی که شکوفایی و خلاقیت مردم و بچه ها رو خفه بکنن و بکشن از روز اول، و جای اینکه ما بذاریم این انرژی و این پول رو برای پیش رفته تمام خانواده بشری. ما باید اینو خوب در نظر داشته باشیم که گول این دیکتاتورها رو نخوریم، گول این دزدا رو نخوریم، این دزدایی که تمام پولشون رو با فروش وسایل جنگی دادنش فروششون به این دیکتاتورایی که پول مردم رو چپاول میکنن، پول هرچی معدنا رو خالی میکنن، چاهای نفت و گاز و هر چیز دیگه ای که صاحبش مملکت و مردم دنیا هستن رو چپاول میکنن و میدن به باتون به دستاشون و اسلحه میخرن از همین کمپانی های بزرگ که بزنن تو سر مردم. ما باید این گولو نخوریم. خلاصه امیدوارم که یواش یواش شروع کنیم و این زبان زمینی رو، این زبانی رو که احتیاج داریم زبان مشترکمون باشه، فراگیری بکنیم و به جوونامون از همون بچگی یاد بدیم، بدون اینکه فراموش بکنیم زبان مادریمون رو، بی احترامی بهش بکنیم و فرهنگایی رو که در جهان هستش زنده نگه داریم. باید این فرهنگا رو زنده نگه داشت و شکوفا کرد، ولی یواش یواش باید بشینیم و سیستمای فدرال دنیا رو و کار کرده این اتحادیه اروپا رو هم نگاهی بکنیم یواش یواش، و که 3-4-5 نسل دیگه بتونیم دنیا رو متحد بکنیم، افراد خانواده بشری رو متحد بکنیم. جالبه که من مقاله 84 من دارم روز 2 جولای تمومش میکنم، و فردا هم که 3 جولای مقاله 85 رو نگاه میکنیم دیگه، برای روز 4 جولای تقدیمش بکنیم، نه تنها به آمریکایی‌ها برای استقلالشون، بلکه به تمام خانواده بشری که امیدوارم دیدمون یواش یواش عوض بشه و خودمون رو عضوی اول از همه انسان بدونیم و عضو این کشور کره زمین بدونیم، و محلمونم این کهکشانه که این جزیره زمین توش داره میچرخه و میگرد.